جنگ بهترین مدافعای پیس 21 بر سر آقای گل شدن. توی این ویدیو داستان کاملا متفاوت و خاصه. توی این ویدیو ما قصد داریم که با 10 تا از بهترین مدافعای پیس 21 10 تا پرتاب اوت کنیم و از پرتاب اوت باید جوری ضربه رو پرتاب بکنیم که مستقیم بره توی دروازه حریف. توی این ویدیو مشخص میشه که بهترین مدافع پیس 21 آتش گلزنی داره کیه. پس لایک و سابسکرایب کنید یوتیوب فراموش نشه، اینستاگرام فالو بکنید، سایتر برسیم به 50 کن. بریم سراغ ویدیو. من توی بازی اومدم 10 تا از بهترین مدافعای بازی رو انتخاب کردم بر اساس اوورالشون، نه اون چیزی که من دوست دارم یا اون چیزی که شما دوست دارین. الان بر اساس اوورالشون اول فندایک، بعد راموس، بعد واران، بعد پیکه و بعد آلابا. بعد از اونا میشه الکساندر آرنولد، کولیبالی، زوله، تییاگو سیلوا و لاپورت. و قراره که با هر کدومشون 10 تا پرتاب اوت کنیم. ببینیم که کی آقای گل میشه. خب همینجوری که می‌بینید همه بازیکنایی که اونجا بهتون نشون دادم اوورالشون رو، اونجا جدا بهتون نشون دادم که دقیق اوورالشون رو بهتون نشون بده، الان همه اونا با هم دیگه میکس شدن و اومدن توی تیم سندشاب، یعنی بایر مونیخ که تیم ما. تیم حریف هم اصلا توجه نکنید که 4 تا دفاعش نیست و نابود شدن، فقط به خاطر اینه که دفاع نباید داشته باشه و ما، یعنی چالش در اصل اینجوریه که دروازه‌بانمون بریم گوشه و باید فقط با دقت بازیکن‌ها توپ رو از پرتاب اوت پرت کنن توی دروازه. پس اینجا چالش هیچ رفتی به این نداره که آقا تو شوتت خوبه، تو پاست خوبه، فقط به دقت و تمرکز بازیکن بسته داره. چالش حتما باید از پشت محوطه جریمه باشه و باید از حتما پشت محوطه جریمه ضربه اوت پرتاب بشه. دروازه اونم میبریم اونور و فقط اینجا بحث دقت و تمرکزه. اولین ضربه رو من ترجیح میدم که با فنداک بزنم که بیشترین اوورال توی مدافعای پیس 21 داره. دروازه‌بان حریف رو سلکت می‌کنیم می‌بریم اونور که به توپ دسترسی نداشته باشه. حالا با یک صورت مانوال باید ضربمون رو به صورت دقیق بزنیم. ضربه اول فنداک چرا بد زدیم. ضربه بعدی فنداک زنی، ضربه سومش رو ببینیم که آیا میتونه فنداک این دفعه رو دیگه گل کنه. فکر کنم این گل آقا رفت تو گل. ضربه نگیر نگیر نگیر، اما شغل ضربه سوم فنداک گل میشه. متوجهید که هر کدوم از بازیکن‌ها از 10 تا ضربه بیشترین گل رو بزنن آقای گل میشن. ضربه ششم فنداک، اگه دارم من اشتباه میگم شما میتونید سمت راست پایین صفحه ببینید که ضربه چندمه و چند تا گل شده. دستش رو نگاه کنید، میچرخه دست فنداک، خیلی دستش لرزش گرفته، ضربه رو پرتاب میکنه دو توی دروازه. استرس گرفتتش، دستش میلرزه. ضربه هفتم فنداک، آقا این گله، آقا این گله، نه وای رفت بیرون. ضربه هشتم فنداک، دوباره دروازه‌بان میاد اینور، فنداک یک لحظه دروازه‌بان رو نگاه میکنه، زد گل آقا، گل 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 توی دروازه. از 8 تا 3 تاش تونسته گل کنه آقای فنداک و این آمار خوبی. ما میتونیم الان دو تای بعدی رو گل کنیم، تقریبا 50% رو گل کردیم. ضربه نهم گل آقا، نه 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 وو چقدر نزدیک رد شد. نفر بعدی آقای راموسه که ستاره دار پرتاب اوتش. به نظرتون میتونه آیا 10 تا رو گل کنه؟ من که باید بدونم، فکر میکنم از فنداک بیشتر رول کنه چون ستاره دارم است و فکر کنم دقت پرتاب اوتش بیشتر باشه. ضربه سوم راموس، دوباره راموس دقت میکنه، آقا این گله 100% این گله، دیدی گفتم این گله، میبینی چقدر طول میده به توپ. ضربه چهارم راموس، دروازه رو هدف قرار میده آقای سرخیو راموس، آقا این فکر کنم گله، دیدی گفتم، ماشاءالله سرخیو راموس. ضربه پنجم، آیا این ضربه گل میشود یا نه؟ اگر این ضربه رو گل کنیم میتونیم یه پله جلو بیافتیم. اگر این گل بشه، فکر کنم نشد، شد تمام. ضربه ششم آقای راموس، دوباره دروازه رو هدف قرار میده، اگر بتونه اینو گل کنه خیلی پیش میفته راموس. فکر کنم این گل آقا، فکر کنم این گل نمیکنه آقای راموس. آخرین ضربهشه، یعنی اگر اینو گول کنه که میره رنگ 1 صدر جدول رو اختصاص میده به خودش، اگر نه که با فنداک توی یک جایگاه قرار میگیرن. برو تو رو قرآن برو، گل تمام و رنگ 1 رو اختصاص میده به خودش آقای راموس. نفر بعدی آقای واران، ضربه دوم آقای واران. آقای واران متاسفانه ضربه اولش رو گند زد، ضربه دومش رو ببینم چیکار میکنه آقای واران. ضربه دومش رو فکر میکنم این دیگه گل بشه، آقا این گله، گل اول، گل اول، بله. ضربه سوم واران، آیا دوباره توی چارچوب دروازه قرار میگیره؟ اگر بگیره خیلی خوب میشه، فکر کنم این گله، فکر کنم این گله،
گول گول و تمام. از سه تا دو تا رو گل کرده. بریم واسه ضربه چهارم. ضربه چهارم واران میزنه، ضربه چهارمو توی دروازه داره میره توی گل و تمام. از چهار تا سه تا رو گل کرد. فکر کنم اگر همینجوری پیش بره حتی رنکی یکم بگیره. ضربه پنجم واران اگر بتونه اینو گل کنه، چهار تا رو گل کرده، با رکورد راموس برابری میکنه. میزنه ضربه‌شو، اوه توی دروازه. از 5 تا 4 تا رو گل کرد، یعنی با راموس اومد اول واستاد و 100% راموس رو میترکونه چون 5 تا فعلا زده. ضربه هفتم واران این گل بشه، اصلا راموس پشت سر گذاشته. یا علی، تمام توی دروازه. نه ماشاءالله. بازیکن بعدی آقای پیکه هستش. ضربه دوم پیکه، آیا گل خواهد شد یا که نه؟ میره توی دروازه. ضربه سوم آقای پیکه، دروازه‌بان دوباره میاد جلو. ضربه سوم میره توی گل، توی دروازه. چقدر داریم بهتر میزنیم جدیدن. ضربه پنجم پیکه اگه اشتباه نکنم تا الان تونسته دوتا گل کنه. اگه گل بشه سه تا گل شده. اگه بشه تیر. ضربه ششم پیک نیمه دوم شده، زمین ها عوض شده، به خاطر همین باید این زاویه رو هدف قرار بدیم و اگر این ضربه رو گل میکنیم نصفش رو تقریبا درست پیش رفتیم. آقا این گل 100% این گله. وای چقدر مویرت شد. ضربه هشتم پیکه، ضربه هشتم زد پیکه، احتمالاً گله، احتمالاً گل نشد لب خط. و چقدر بدشانس پیکه. بازی کنه بعدی کسی نیست جز آلابا. آلابا یه پای چپی که داخل این بازی، من نمیدونم دست راست یا دست چپ که ما بدونیم از کدوم دستش کمک بگیریم. ضربه سوم آلابا، ببینیم که چی کار میتونه بکنه. یه دونه رو لاغر گل کن تا جدول نمونی. یه دونه رو گل کن دیگه. یه دونه گل میشه؟ گل میشه؟ نمیشه. نمیشه، گل نشد، لب خط موند همونجوری. ضربه پنجم آلابا، لاغل یه دونه گل کنه دلمون خوش بشه. لاغل این باید گل، این باید گل بشه دیگه، این باید گل بشه، این گله. چه عجب، از 5 تا یه دونه گل کرد. ضربه ششم آلابا، ببینیم که میتونه آیا گل کنه یا که نه. این باید گل بشه، این باید گل بشه، باید کات. ضربه هفتم آلابا، دیگه این داره واقعا اسمون خورد میکنه آقای آلابا، نمیدونم چرا، اما این چرا گل نمیکنه. شانس به خدا، اصلا این زاویه اصلا هیچ کس شانس نمیورد. ضربه نهم آلابا، ببینیم که این یکیو دیگه گل میکنه یا نه. اینم نمیخواد گل کنه حتما. این گله، این گل دیگه گل بشه. ماشاءالله. بازیکن بعدی کسی نیست جز کولیبالی. یه چهار تا رو بعد گل کنه، چهارتا رو باید گل کنی کولی. تیر، اولی رو زد تیر آقای کولیبالی. ضربه دوم کولیبالی، هنوز یه دونه هم گل نکرده، البته کلا یه دونه زده بنده خدا. این دیگه باید گل بشه، انصافا اینو گلش کن. گل توی دروازه، از دوتا یکی. ضربه پنجم کولیبالی، ضربه کولیبالی، این دیگه گله. این گل نشه دیگه هیچی، یعنی دیگه ماشان. نشونه گیری میکنه کولیبالی، احتمالاً گل بشه، این احتمالاً گل بشه توی دروازه. ضربه بعدی آقای کولیبالی، فکر میکنم یه دونه دیگه بیشتر نداشته باشه چون من حساب کار از دستم در رفته. این برو تو گول. بازیکن بعدی کسی نیست جز آقای لاپورت. آقای لاپورت یا لایپورت. اولین ضربه آقای لاپورت، ببینیم که درون دروازه قرار میگیره یا نه. چقدر زیبا، چقدر قوس و قوزه داد به تو. ضربه سوم آقایه، من خیلی امیدوارم که آقای لاپورت بیاد بالا. رفت تو گل، رفت تو گل، سومیو گل کرد. ضربه پنجم آقای کولیبالی، آقای لاپورت ببخشید، نامحسوس دقت میکنه توی دروازه. ضربه هشتم آقای لاپورت و ضربش توی دروازه است. ضربه هشتم توی دروازه، ماشاءالله. خب آقا اگر بتونیم اینو گل بکنیم با رکورد واران برابر میشیم. آن گل، 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 ماشاءالله.
خدا وکیلی خیلی داره خوب میزنه. الان با رکورد واران برابر شد. اگر یکی دیگه گل بکنه میره رنک 1 یا نه واران هم 6 تا زده بود. یادم نمیاد. اگر اینو گل بکنیم واران 6 تا نزده باشه این میره رنک 1 و به خودش اختصاص میده. اگرم واران 6 تا زده باشه اینا ما میتونیم گل کنیم که واران یکی میشیم. اگرم واران 6 تا نمیدونم. در هر صورت شما میبینین تو ویدیو، من الان یادم نیست. آقا این گله. این گل باید بشه. و تمام از 10 تا 6 تا رو گل کرد. آره فکر کنم لاپورت رفت رنک 1. بازیکن بعدی کسی نیست جز زوله. نه ببخشید. بازیکن بعدی آرنولد، زوله بعد از آرنولد که میاد نوبتش میرسه. ضربه بعدی الکساندر آرنولد. الکساندر جان بزن تو چارچوب. رفت تو چارچوب. ضربه پنجم الکساندر آرنولد. ضربه پنجم اگر گل نکنی ببین دیگه واقعا وضعیتت بد میشه آقای الکساندر. این گله دیگه، این باید گل بشه. تیرک آخه ببینم ضربه ششم رو دیگه گل کنه الکساندر. واقعا دیگه مایه آبروزیه. این دیگه گل بشه. این گله. ضربه هشتم الکساندر آرنولد. اگر اینو گل کنه با فنداک برابر میشه، اگرم نه که هیچ. این گله. آقا کلن دو تا بازیکن دیگه مونده، یکی زوله و یکی تیاگو سیلوا. ببینیم اینا چیکار میکنن. یه دونه هم واران 5 تایی اگه اشتباه نکنم و لاپورت فعلا صدر جدول رو اختصاص داده به خودش، مگر اینکه این دو تا بازیکن یک کدومشون خودی از خود نشون بدن که اینم گل نشد. ضربه دوم زوله. این گله. این 100 در 1000 باید گل بشه. ماشاءالله. ضربه هفتم زوله دقیقاً لب خط واستاد زوله خان. این گل آقا. ضربه هفتم این گل بشه 2 از 7. آخرین ضربه زوله. اگر گل کرد که کرد، اگر نکرد فکر کنم آخرین نفر میشه زوله. اگر گل کنه با رکورد راموس، اگر نه فکر کنم آخرین نفر. اگه اشتباه میگم آقای ادیتور بنویس. وای گل نکرد. فکر کنم نفر آخر شد. 2 تا گلن زد از 10 تا. بریم سراغ بازیکن آخر، یعنی تیاگو سیلوا جان. فکر میکنی من میذارم زوله ببره؟ قطعا میذارم تو ببری. ضربه پنجم تیاگو سیلوا زاویه بهتری داره. آقا گل زد تیاگو گل زد. ضربه ششم تیاگو اگه اشتباه نکنم، اگر اشتباه نکنم ضربه ششمشه. چقدر بد زدی. بعیده اصلا با این همه تجربه نتونی تو این ضربه رو گل کنی. در کمال تعجب ماندم. ضربه هشتم تیاگو سیلوا دیگه اگه بخواد آخر نشه باید شد دیگه گل کنه اینا رو دیگه. گل شد یا نشد؟ گل آقا. این گله. ضربه آخر آقا تیاگو سیلوا اگر اینو گل بکنه که خیلی خوبه، اگر نکنه با زوله میشن بدترین بازیکنایی که اصلا نمیتونن آقای گل بشن. هر صورت من فکر میکنم که این آقای نتونه گل کنه. این گل نمیکنه. گل نمیشه. شد زوله نفر آخر اگه اشتباه نکنم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه از این ویدیو خوشتون اومده حتما لایک و سابسکرایب کنید. یوتیوب فراموش نشه، اینستاگرام فالو بکنید، سایت رو برسیم به 50 کا یا 60 کا یا 100 کا. و ممنون که تا حالا ویدیو نکردید. فعلا تو ویدیوهای بعدی.